بسم الله الرحمن الرحیم. روزای چهارشنبه یه نکته اخلاقی درباره خشم، غضب عرض میکردم و چیزی که خیلی مبتلا بهه و گفتیمم که یه مرتبه غضب در زندگی فردیه، یه مرتبه در زندگی اجتماعیه. این مثالو یه بار عرض کردم، یه آقای همینجا قم بود، اینقدر آدم متدین و مقدسی بود که هر وقت امام خیاط بود، هر وقت امام جماعت نمی اومد تو مسجد، این می شد امام، مردم به این اقتدا می کردن. یه موقع در حال خیاطی بود، دید که دو نفر دم مغازه دعواشونه، همین قم خیابون صفاییه ها، این قیچی خیاطی دستش بود، میدوه بیاد که ببینه چه خبره، تو چه کار بکنه. خلاصه وارد دعوا میشه، قیچی رو میگذاره گردن اون یکی، رگ گردن اونو برید، اونم کشته شد. فردای اون روز همین آقای خیاط را همونجا به دار کشیدند، آدمی که امام جماعت هم میشد. یعنی تو یه لحظه غضب کرد به خاطر کار دو نفر دیگر، نتیجه شد که فرداش به دار کشیده شد. یعنی غضب اینطوریه، واقعا آتش جهنم دیگه که مشتعل میشه. اون مطلبی که حالا امروز میخوام عرض کنم اینه ها، که بعضی آدم ها از چهرشون یا از کارشون پیداست که اینا آدم های عصبانی مزاجند. یعنی همین چهرهشو نگاه کنی معلومه ها، میشه تشخیص داد. یه درسایی هست، این پلیس ها از اینجا درس ها میخونند. اگر برید به پلیس بگید مثلا خدای نکرده از خونه ما دزدی شده ها، بعضی این پلیس ها اگر بخوان دزده بگیرند، یک ساعت دو ساعت دزده میگیرندش. حالا که دوربین دارند و این چیزا، اون موقع که دوربینم نبوده همین جو بودا، اینا مثلا یه درسایی دارند اینجوری که میگه هر کس گوشش مثلا اینجوریه یا گوشش اینطوریه، یا نمیدونم چهرش بلانه، مثلا این قابلمه میدوسته یا این طلا میدوسته یا این نمیدونم اهل فحشا و منکرات هست، یعنی یه چیزایی دارن از این چیزا. یعنی قیافه یه طرف رو نگاه میکنه میگه این باید قابلمه دوست باشه، همین از قیافه شو. و اینجور راحت پیدا میکنن. تو این بحث هم همین طورسا، یعنی یه درسایی هست، یه چیزایی که آدم بخونه، همین تو خیابون را میرید هر که نگاه کنی میفهمید یه آدم زود عصبانی میشود یا نمیشود، یه آدم خشم داره یا نداره. ولی که یه وقت خدای نکرده کسی را مورد سوء ظن قرار ندهیم، اینا را حال من نمیگم، مطرح نمی کنم، ولی به صورت کلی دو سه تا چیزی که حالا در خودمون رو بشناسیم، حالا مردم رو کار نداشته باشه. معمولا کسی که همیشه خودش رو حق به جانب میدونه، هیچ وقت احتمال نمیده که خودش اشتباه بکنه دا، اما همیشه حرف دیگران را یا عمل دیگران را اشتباه میداند، این آدم حتما عصبانی مزاجه و اهل غضبه. یا مثلا فرض کنید کسی که خیلی زود موضع گیری میکنه، یعنی یه حرفی را که میشنوه دا، از اول بنایش بر اینه که این حرف این آقا درست نیست الا مخرجه به دلیل. کسی که حرف دیگران را همدلانه گوش میده، یعنی با اون حرف همکاری داره، موافقت قلبی داره، این ای آدم عصبانی مزاج نیست. آدمی که هر چیزی را که میشنود همدلی با اون حرف ندارد، یعنی
به قول من رو دل نمیده و دل بگیره، سب وای میسه در برابر اون حرف. یا مثلا همین اصل رو برای این که نادرسته. اینجور آدم ها عصبانی مزاجند. یا مثلا کسی که حمله بر صحت کردن تو کارهاش تو رفتارش کمه. حمله بر صحت یه چیزیه که مخصوص به مسلمان که نیست. دین گفته حمله بر صحت بکنید، چه مسلمان را چه کافر را، در همه باید حمله بر صحت کرد. یه کافری هم که با یه نفر داره تو خیابون را میره، باید بگید اصل بر اینه که گناه نکرده، اصل بر اینه که اینا محرمن. همش اینجوری باید نگاه کنیم دیگه. کسی که حمله بر صحت ندارد یا خیلی کم داره، گوشت میخواد بخره، میگه که اینا بسم الله گفتن یا نگفتن، حلاله یا حرامه. پاکی یا نجسی، میگه اینا دقت کردن تو طهارت و نجاست یا نه. کسی که اینجوریه این آدم عصبانی مزاج هست و وقتی که یه چیز ناگواری برش پیش بیاد زود از کوره در میره و اون کارای خطرناک رو انجام میدهد. و این که دین اینقدر سفارش میکنه، میگه حسن ظن داشته باشید، و یکی از نشانه های منافق که اصلا دین نداره اینه که سوء ظن. هر کس که سوء ظن داره دا نشانه منافق دیگه. از ظانین بالله ظن السوء، صفات منافق. یا اینکه مثلا دین سفارش میکنه میگوید که اینقدر حمله بر صحت بکنید، دین این همه سفارش میکنه که بگو شاید مثلا من اشتباه کردم، شاید من درست ندیدم، شاید من درست نشنیدم، شاید من درست نفهمیدم. کسی که این چیزا رو زیاد داره این سوء ظن بد نخواهد داشت. وقتی نداره اهل خشمم نیست. کسی که این چیزا رو ندارد یا کم داره این آدمیه که به همون مرتبه، هرچه این چیزا توش بیشتر باشه خشمشم بیشتر خواهد بود. حالا ادامهش انشاءالله جلسه بعدی. سلام علیکم.